جشنی بین المللی نوروز رو که با تشبوس جانب تاجیکستان و کشورهای حفصه نوروز سال 2010 از جانب سازمان ملل متحد مقام بین المللی را کسب کرد، چند سال باز مردم سربلند تاجیک آن را در فضای صاحب استقلالی و وحدت و یگانگی با رعایت تمام سنت و انعنه‌های خاصش تجلیل می نمایند. این جشن جهانی را در برابر دیگر ساکنان مملکت با شندگان دهه دوچنوره جماعت‌های دهات سامان و نواب بودی شهری ایسور نیز در سطح بالا تجلیل نمودند. در این روز اهل دهه خصوصا کودکان و گلدختران لباس‌های ملی ببر کرده جانب بزمگاه اساسی نوروزی میشتافتند. یکی از سنت‌های خاص نوروز این آراستن خانه هفت سین و هفت شین است که آن از جانب زنان و بانوان جماعت‌های بالا ذکر به نمایش گذاشته شده بود. در این روز زنان و مادران خوراک‌های ملی خاص نوروزی آماده کردند. جوانان باشند در این روز میانی هم مسابقه‌های گوناگون ورزشی برگزار نمودند. همچنین جوانان در وصف بهار و نوروز بین‌المللی سرود و ترانه‌های جذاب اجرا نمودند. کدبانهای بهترین دهه نوآباد باشند. در این روز خوراکهای ملی خاص نوروز از قبیل آشی بوریده، دلده و سومانک را با یک مهارت بلند آماده نمودند. تجلیل نوروز از قدیمترین زمانها تا به امروز جزئی ترکیبی هستی و هویت قومهای آریایی از جمله تاجیکان به حساب می رود. دلیل اساسی عمر طولانی داشتن نوروز طبیعی بودن آن است، زیرا ماس در عرفه نوروز طبیعت احیا شده، زمین قبای سبز به بر می نماید. مرد دهقان به کشت بهاری آغاز میکند و با امید و نیت به دست آوردن حاصل فراوان و زمین دانه کشت میکند. نوروز ایام توازن بین طبیعت و انسان بوده، برابر دیگرگونی کلی در طبیعت روح انسان را نیز به کلی تغییر میدهد و او را به روز نیک و روزگار آباد امیدوار میسازد. نوروز با همه حسن طبیعی و زمینیش نمونه یک فرهنگ و تمدن عالی به حساب رفته، از دوره‌های دیرین برای محبت و صمیمیت و همدیگر فهمی و وحدت بین انسان‌ها زمینه بهترین معنوی فراهم آورده است. یکی از جنبه‌های اساسی فلسفه نوروز به صفت جشن ماهیتاً عمومی و مردمی در برابری میان آدمان ظاهر می‌گردد. یعنی نوروز را خرد و بزرگ آزادانه جشن می‌گیرند و برابر خرسندی می‌کنند.